با نام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه آخر خط و گونه زنده با من هادی سیدی از نور هستید ظلمی خلزاد و ملا برادر برای نخستین بار در قطر دیدار کردند پرسش های جدی در مورد این نشست است که هنوز بی پاسخند خلیلزاد خلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان برای نخستین بار با ملا عبدالغنی برادر معاونی رهبر طالبان در دوحه قطر دیدار کرد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در صفحه توییترش نوشته که نخستین بار با ملابرادر برادر و تیم کاریش در جریان غذای چاشت دیدار کردم و اکنون به سوی مذاکرات می رویم. یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا گفته است که در این نشست در, در, باره مذاکرات بین الافغانی نیز بحث شده صورت گرفته و از خلزاد تلاش جدی کرده تا دولت افغانستان نیز در این مذاکرات سهم شود. اما طالبان در این مورد تا هنوز واکنشی نشان ندادند مسائلی که در مذاکرات صلح امریکا و طالبان قربانی نشوند باید چی ها باشند آیا واقعا مسیری که طالبان انتخاب کردند مبنی بر اینکه با دولت افغانستان حاضر نمیشوند در پروسه صلح بنشینند مسیر اصلی و قابل قبول برای یک روند مصالحه ملی در افغانستان است بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقایان آقای جنرال محمد نبی طوفان کارشناس نظامی آقای آرش شهیرپور استاد دانشگاه مهمانان عزیز خیلی خوش آمدیم ام به برنامه آقای جنرال بحث را با شما میخواهیم آغاز بکنم در کل برداشت شما از این دیدارها از این پنج دور مذاکره که طالبان و نماینده امریکا کردند چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه شما جناب استاد بیننده های تلویزیون شما در شرایط موجود با دیدار که پنج مرحله دید و بازدید آقای ظلمه خلزات با طالب ها و جمع کثیری از سیاسیون افغانستان شورای منطقه دید و بازدید کردن باوریم با برای است که تلاش دارند که یک بستر مناسب برای صلح در افغانستان بسازند تا جایی که ما مطالعه می کنیم می بینیم هنوز روحیه طالبا به گونه ای که باید در بستر مناسب که باید دولت افغانستان یک طرف اصلی قضیه است در نشست از آزر شوند هنوز اینطور یک چراغ سبز و یک چراغ اومی را نشان ندادستند تلاش جامعه جهانی من جمله منعیس نماینده ویژه سفارت وزارت خارجه امریکا آقای ظلمه خلزا تلاش دارند امیدوار هستم که بتونم شان برای یک گفتمان بین الافغانی که طالب ها یک طرف قضیه است و یک طرف قضیه دولت افغانستان تشکیل میده که اینا بتونن روی موضوعات مهم یک گفتمان خوبتری داشته باشن. در صورتی که طالب ها آذر به یک گفتمان با دولت افغانستان نباشن انتظار نخواهد با وجود بیاید که ببینیم که صلح به وقت وقتهای نزدیک برای مردم افغانستان نوید داده شوم نا. باور بری هست که باید طرف های قضیه مطلقا باید برای صلح افغانستان دقیقا بیندیشن و آگاهانه تصمیم بگیرن جنگ به بنبست کشیده فعلا طالبان هم در جنگ برنده نیست دست بالای در جنگ ندارن فلهذا دنیا هم ایره قبول میکنه که در جنگ در بند بنبست کشیده کشورهای منطقه متاسفانه بعضی کشورها در اینجا شامل در قضیه افغانستان که هستند تلاش میکنند که طالبها را از او آلت که دیروز به تروریست معرفی بودن از او وضعیت کشدن ای را به یک نیروی سیاسی تبدیل کردن این نیروی سیاسی را متاسفانه متاسفانه که تعدادی از سیاسیون و چیره های درشته که در افغانستان برآمده از جنگ هستند و صاحب در رأس احزاب و تنظیم ها قرار دارند رفتانی از اینا در پای میز مذاکره و نشست اینا در مسکو اینا هم مشروعیت بخشند برای طالبایی که دیروز منعیس یک کتله تروریست و یک گروه تروریستی و در شامل بر علاقات از القاعده و سایر بخش‌های تروریستی بودم. متاسفانه این چرا هم سیه گذاشتن برای اینکه اینا تروریستان نیستن بلکه یک گروه سیاسی هستند متاسفانه در حالی که مردم افغانستان منطقه و جهان می‌دانند که طالب‌ها یکی از علاقات مرتبط به گروه القاعده و در افغانستان جفای بیش از حد را انجام دادن تلفات و زاییات بیش از حد را مردم افغانستان دیدن متاسفانه در شرایط موجود ظلمه خلزادم هم امون در نتایج صحبت و دید و زیاد چیزی را به دست ناورده هنوز در تلاش هستند که یک بستر مناسب ساخته شود تا یکی بتانند یک گفتمانی بتانن بین دولت افغانستان و طالب شکل بگیرد سپاس گذاریم جمع جمع جان با برداشت شما این نشست یک نشست یعنی تصمیم گیرنده خواهد بود ملا برادر شخصی بود که در پاکستان بندی بود و همچنان حکومت افغانستان هم دو بار شکایت کرد به سازمان ملل که باید رهبران طالبان در مورد رفتنشان پیگیری شود که اینا با کدام پاسپورت با کدام ویزا میروند و چطور میروند اما با این یعنی موضوع حکومت افغانستان باز هم ملا برادر که در رفتنش هم تردید وجود داشت که آیا میره نمیره باز هم در این نشست اشتراک کرد واقعا دیدگاه شما در این زمینه چی است؟ فکر میکنین که این رفتن ملا به دستور پاکستان کشوری که نقش اساسی دارد در آه، یعنی آه، در, 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 در تس، تسریع یا تسهیل روند صلح افغانستان و یا هم در برهم زدن روند صلح افغانستان بوده است بسم الله الرحمن الرحیم با درود یک بار دیگر خدمت شما و تمام ملت شریف افغانستان با کسب اجازه جناب جنرال سیب طوفان و تمام دوستانی که پای تلویزیون هستند و برنامه ما را دارن مشاهده میکنن و یک سلام خاص خدمت تمام دوستایی که در عقب برنامه زحمت این برنامه را دارن میکشن بس شما را میخوایم با یک مقدمه این گناه آغاز بکنم که هر هر قدری که ما به طرف انتخابات 98 نزدیک میشیم گفتگوهای های صلح افغانستان داختر و جدیتر میشن به عباره دیگر ارگ نشینان افغانستان بیشتر دست پاشه میشن و او طرف قضیه هم که امریکایی ها یک طرف معادل افغانستان هستن میخوان از این وضعیت بهره ببرن این یک پروسه این گناه آغاز بکنیم که طالب کیه است اصلا آیا تورست است؟ طالب دک... تورست دشت افغان آدم کش هست یا اینکه طالب گروهی سیاسی مخالف نظام هست که دارای طرح و برنامه است و استقلالیت در کار خود داره میان این دو تعریف ما را همین ارگ ها ملت شریف افغانستان به حالت با چی بگیم یک حالتی که نمیتونیم قضاوت نسبت به این طرف یا اون طرف داشته باشیم ولی دیدیم است که طالبا به عنوان گروهی که پنج سال به تمام معنا در مقابل حکومت زمان و امو زمان و در مقابل مجاهدین جنگیدن و تمام تاکستانهای های شمال را آتش زدند و هر نوع جنایت و خیانتی که در حق مردم روا می داشتن انجام دادن اون یک گروه گروهی تروریستی هست و در 18 سال پس از 2001 اینها ثابت ساختن که اینها به هیچ ارزش انسانی حقوقی و دینی پایبند نیستن مسجد از دست از اینها آرام نبود مدرسه و دانشگاه و خوابگاه و ورزشگاه و عبادتگاه هیچ جای آرام نبود سرانجام اینها یک گروه تور بشه از بگیم یک گروه مخالف سیاسی هستن یک گروه تروریستی هستن حالا <applause> با یک گروه تروریستی چگونه میشه که شما گفتگوهای صلح بین بی باز بکنید این بلا تکلیف بودن ملت شریف افغانستان با دولت افغانستان روشن بکنید یک تعریف مشخصی از گروه تروریستی یا به اصطلاح طالبان یا هر که شما میگین داشته باشند سوال شما دقیقا این که ملا غنی برادر از پاکستان ایلا رفته اینمی کی است؟ آیا یک توریست است؟ یا این یک فرد مستقل دارای برنامه منظم مشخصه که آلا پیش سر پاکستان حمایتش میکنه یا کسی گروهی یا کشور حمایتش میکنه؟ ما بدون شک این را به اینمی کارگزار این زمان اینامی جنبش میدونم یعنی طالبا و آوردن این با امریکایی ها رو ساختن نتیجه یزیری که شما پرسیدین که نتیجه چی خواهد بود ما که از چهار پنج نشست قبلی جزئیات بحث بیرون کشیدن و در دست ما قرار گرفته که نشست بعدیش هم بیاید بله. هیچ برای ملت شریف افغانستان باید با تاسف یک پیام داشته باشیم که این نشست ها نمیتواند برای صلح برای صلح کاری داشته باشد اما خیلی, خیلی با آقای ها آقای شیرپور من خوشبینیشان و فال نیک میگیرم ولی میخوایم بگیم که طالب به عنوان یک مجموعه ای که در در عمق از برنامه های استخباراتی کشورهای های منطقه ریشه داره و تا زمانی که اهداف اون دستگاه استخباراتی برآورده نشه چهره ها و مهره ها نمیتونن کار را انجام بدن شما پیشتر در صحبتی که با جناب جنرال سید داشتین از یاد کردین از گفتگوهای بین الافغانی من تاکید میکنم که گفتگوها همیشه بین الافغانی بوده یعنی چند تا برادر پشتون که بزرگوارا رفتن بین هم دیگر بین الافغانی ششتن های خودشان داشتن آمدن ما تاکید بر گفتگوها میان افغانستانی ها میکنیم که قربانی اساسی افغانستانی هایی که سرزمین هستن نه افغان ها افغان ها بدون شک یک طرفی از معادله سیاسی و قربانی سیاسی هستند ولی افغانستانی ها بیشتر از این جنگ متضرر هستند یعنی جز برادران پشتونمان و قوم محترم پشتون که افغان نام اولشان هست این ما قربانی اصلی تاجیک های این سرزمین است قربانی اصلی هزارها این سرزمین است ازبک های این سرزمین است قربانی اصلی این ملت بیچاره هست یک گفت پروسه آزمان... ملی از آقای شیرپور. بس بر سر قوم و قومیت اصلا در موضوع موضوع صلح افغانستان باید مطرح باشه آقای شیرپور. من میگم که همیشه تاکید بر این میکنن که گفتگوهای بین الافغانی اما اما زیباترین هایمان بین الافغانی ما میگم بین الافغانی هست جنگ ما بین الافغانی هست و گفتگوهای گوهی بین الافغانی هست خلیزاد میره با ملاغنی برادر میشینه خب دو تا برادر افغان رفتن شش با همدیگر صحبت کردن تا زمانی که طرف های قربانی اساسی جنگ در گفتگوها وارد نشن و سر یک میز نبین سبوک سنگین نکنن و بعد یک مقدار از آلی دست و وسیله شدن کشورهای منطقه خود بیرون نکشن گفتگوهای سال در افغانستان نتیجه نخواهد داد به دلیل اینکه قبح نیت پاکستان در طول چهل سال تاریخ افغانستان ثابت شده هیچ اصلا ما دیگه نیازی برای یک دلیل و مدرک اثباتی نداریم که بگیم پاکستان حسن نیت داره متاسفانه پاکستان قبح نیت داره ولی متاسف... بدتر از قبح نیت پاکستان همین وس... وسیله هایی هستند این انسان های وسیله و ریموتی هستند که در دست استخبارات در هر وحله از تاریخ متاسفانه از اهل افغانستان و از مردم افغانستان پاکستان استفاده ابزاری کرده این از یک گروه خاص یک طیف خاص آمدن به اهداف خودشان رسیدن گفتگوهای خلیلزاد با ملاغنی برادر هیچ نتیجه ای برای مردم افغانستان نخواهد و بیشتر از این که نتیجه بر مردم افغانستان داشته باشه نوید یک بحران جدید یا عدم مشرو... مشروعیت قانونی حکومت زیر سوال میبره اون هم بعد از اول جوزای سال 1398 خیلی سپاس جناب استاد خوی جنرال حال آقای شیرپور از بحث روایتی که طالبان جنگیدن در افغانستان و حال با حاضر شدن که با امریکایی ها مستقیم گفتگو بکنند و با حکومت افغانستان بنابر دلایل نمیخواهند که در میز گفتگو بنشینند با این روایت آن چیزی که یونما هم اتهام میبنده به طالبان که بیشترین تلفات غیر نظامی را هم یعنی توسط طالبان صورت گرفته یا توسط گروه های مخالف حکومت افغانستان صورت گرفته و بعضی ها هم تاکید میکنند که روایت طالبان اون روایت دینی که دارن اینا رو مستحکمتر ساخته و باعث ازی شده که در میدان نبرد هم دستاوردهای داشته باشن حکومت افغانستان را گاه گاه متهم میکنند که روایت درستی از جنگش ندارد دیدگاه شما در این زمینه چی است شکر ما با احترام به دیدگاه جناب استاد می که دو نقطه را سر طالب و سازمان طالب خدمت شما تشریح کنم اول اینکه طالب یک تعریف نداره اگر واقعا دقیق است ما تا شناخت داره که از طالب دارم طالب یک ابزاری هست به دست سیاست خارجی پاکستان و تربیه کننده آیسای پاکستان است. 22 حلقه خبیسه در افغانستان گروپ ها کار میکنه یکی از او حلقات خبیسه هم طالب است ما از تروریست چی تعریف داریم؟ تروریست یعنی اجرای عملات وحشیانه، ایجاد وحشت، ایجاد ترس، کشتار جمعی از افراد ملکی و غیر ملکی از بین بردن مساجد، مکتب، مدرسه و غیره. این همه در وجود گروه طالب دیده میشه. اما اگر بحث برای سریزی بود که دیروز ما طالبان را همین تعریف داده بودیم و اینجا القاعده که برادر کلان طالب بوده حادثه 11 سپتامبر آمده و دنیا در رأسش ایالات متحده آمریکا تعریف دادن که تروریست در افغانستان هست اون بحث القایده بود بله. بس بود که طالب مبارزه مبارزی اسلامی در سطح جهان را داشت و به همین خاطر می جنگید اما بس طالب جدا, جدا داری نیست است. از, القاعده بحث القاعده است که وقتی که ما رهبری القاعده را می بینیم که رهبری القاعده تنظیم کننده و تمویل کننده گروه طالبا هست نه. اگر ما زنجیر را ببینیم یکی از القیه از این زنجیر طالبا بودند فلی طالبها ها واقعا تلفات و زاییات مردم افغانستان و جنگ بسیار زیاد کردن یک گروه ایدولوژیک هستند و بحث های ایدولوژیکی اماراتی دارن در افغانستان پنج سال حکمتشون فرموده جناب استاد واقعا در افغانستان چنان بداد کردن که تاریخ افغانستان دگه نظیرش ندارن و در این زمان فعلا ما دیدگاه ما نظر ما است که طالب ها یکی از ابزار به دست سیاست خارجی پاکستان هست و یکی از علاقات استخباراتی پاکستان اما اگر ما امروز دنیا از اون برش دیروز از اون مرحله دیروز که سا تند علیه طالب و علیه القاعده و علیه تروریسم صدا بلند کردن پنجا شست کشور در افغانستان آمدن و جنگ در افغانستان راه هم داختن و حکمت پنج ساله طالب را از بین بردن جانشین یک را ساختن و در اینجا پیامت هنی بود که ما دموکراسی میاریم، صلح میاریم، انکشاف، ترقی و رفای اقتصادی به مردم افغانستان. بعد از ای شما اگر متوجه شوین و دقیق شوین که آقای ترامپ به رئیس جمهور امریکا بعد از ای که به قدرت میرسه بارها پاکستان نقطه توجیه کرده که اینجا تورست را تربیه میکنه باید ما کمک های خود قطع بکنیم متاسفانه آقای ترامپ هم به مرایل متعدد دیدگاه هایش تعویز شده گای پاکستان را مرکز ترورزم اعلان کرده گای ارتباط به او قطع کرده گای کمک هایش قطع کرده به تعلیق داخته و گای با ایران و سایر جاهای دیگری م. یعنی تعریف دقیق را ایران نکردن امروز که جنگ به بنبست کشد در افغانستان م. و یه جنگ هم باور کنین که جنگ ریشه در پاکستان داره ما من می یک نظامی می و درک میکنم که این جنگ مطلقا مدریت میشه از پاکستان و امروز امریکا نمایندش وقتی که با طالبا شدن را از او علقه تروریستی بیرون کردن به یک علقه سیاسی تبدیل میکنن. من ما تحصفم بری هست که چیره های درشت سیاسی افغانستان چیگونه که دیروز در برابر این القی تروریستی این طالب وحشی دیروز واقعا جنگیدن که ما یکی از او چهره های در زمان جنگیدیم ما در زمانی که تا در افغانستان طالبان می جنگید ما یکی از قماندان ها و جبهه داران زمان بودم ما, ما طالبان خوب میشناسون و با, با طالب خوب جنگیدیم و آلم براتان میگیم که این چهره های درشت متاسفانه با یک دیدی سیاسی با یک علم سیاسی با یک قضایا برخورد نکرده بلکه مقتعی برای بقای خودشان برای حفظ جایگاه خودشان به مسکو رفتن به مسکو ششتن پیامتشان رو ببینن چی دارن آیا چیزی را از مسکو به خود آوردن؟ جز یک بدنامی را از مسکو اینا چیزی به خود آوردن و حتی مشروعیت دادن برای امی گروه فاشستی طالب. فلی حضا پیشنهاد ما در این رابطه ای هست که این گروه یک گروه است که باید ظلمه خلزات آلا تلاش میکنه که این گروه را از آلت تروریستی و وحشیگریش بکشه و میز مذاکره یک گروه سیاسی تبدیلش بکنه فرموده ای جناب استاد با اگر بین الافغانی یا با افغانستانی شوه بالاخره ما به با افغانستان جنگ است در افغانستان قربانی گرفته ای جنگ در این حکمتی را که دوره نظام موجود حکمت وحدت ملی هست حدود 45 هزار سرباز ما شهید شدند بیش از 100 هزار سرباز و افسر ما اردو را اعلام کرده و از صف جنگ برآمدند بیش از صد هزار انسان در این جریان جنگ های مت... بعد از امید 18 سال بیش از صد هزار افراد ملکی ما قربانی شده پس این این طالبان را که ما میخواییم در میز مذاکره با او میشینیم یک چیره سیاسی از تبدیل میکنیم از ملا برادر یک آدم موجز آسا از زندان میکشیم و میاریم با خلزات ایر رو می میکنیم چی میخواییم؟ چی گونه تعریف میتیم؟ فلی حاضر دیدی ما است که ما با یک گروه توریستی رو برو هستیم دولت افغانستان و سیاسیون و چهره های که در افغانستان هستند ما پیش نیادمی است از اینکه در زوایای مختلف داخل می شوند به ایران سفر می کنند به مسکو سفر می کنند به جاهای دیگر سفر دارند این چهره های درشت اینا باید فشار برند منعیسی یکی از, از سازبانه های اپوزیسیون سیاسی بالای نظام که باید یک،, یک, یک،, یک،, گفتمانی بین از وجود بیاید که یک،, یک راهکار داده شود برای که چگونه مذاکره با طالب شود آیا ای طالب کی هست ما چی گونه با مذاکره می ما با یک گروه توروسی مذاکره داریم یا ما با یک گروه سیاسی مذاکره داریم این را باید سیاسیون افغانستان در تفاهم با حکومت افغانستان یک راهکار و کارشیوه جدید را باید بدست برن که وارد مذاکره شون در غیر ما با یک گروه تروریستی تشکر دارست. میکنم آقا جنرال آقای حکومت افغانستان جامعه جهانی تلاش مم. کرده در این روند صلح افغانستان این تلاش ها واقعا بوده حکومت افغانستان شورای عالی سال تشکیل داد از ابتدا در بحث سال با طالبان این دایش از قبل وجود داشت یعنی روایتی وجود داشت که باید سال شود در افغانستان اما این روایت هیچ وقتی با واقعیت نپذیرفته تا حال خلیلزاد شخصیتی است که بتانه یا با اون استراتژی که آورده از ایالات متحده آمریکا، سرنوشت سال افغانستان را رقم بزنه با این شبهی که در پیش گرفته بحث صلح و جنگمان وارد سال چهل یکم شده و در چهل سال داعی صلح هیچگاه خاموش نبوده هر یکی از زمانداران زمان که در ارگ بودن و در کابل بودند به جان مقابلشان پیام صلح داشتن که ما بین با هم دیگر بشیدیم صحبت بکنیم ولی اینکه چرا در این فاصله چهل سال ما نتانستیم صلح به مردم افغانستان بیاریم و این سی میلیون نفوس امروزی را حداقل 20 سال قبل، 30 سال قبل، 15 سال قبل، 10 سال قبل نجات بتیم از وضعیت به امو وسیله بودن دستگاه ها در بیرون از کشور و برای کار کردن منافی بزرگ کشورهای منطقه بحث استراتژی خلیلزاد در منطقه ما من از اولین گفتگوهایش گفتم که با این کار نمیشه شما احتمال میره شما یک صلح نیمبنده سلح به دست بیا صلح به این معنا که یک مدت بسیار کوتاهی بتونین تنفس بکنین و استشمام بکنین بوی صلح و امنیت چیزی که رئیس جمهور افغانستان میگه آقای شاید چیزی که رئیس جمهور آ اف... رئیس جمهور افغانستان باز به یک دیدی دیگر وارد به صلح میبینه متاسفانه دیدی رئیس جمهور نسبت به صلح افغانستان دیدی کمپاینی و انتخاباتی است و یا به باره دیگر دیدی است که تداوم قدرت نامشروع سیاسی خود که از اول جوزای امسال نمشروع بودن شروع شده و امین گونه یک دو سال دیگر ادامه پیدا بکنه ولی تاریخ قضاوت خواهد کرد بحث استراتژی جدید خلیلزاد یا آمریکایی ها که وسیلهش خلیلزاد در منطقه است بر مردم افغانستان پیام و نوید صلح نمیده به دلیل بیشتر از این که بیشتر جنرال سره یاد کردم که مشروعیت سیاسی برای یک گروه توریستی سال گفت من با پرسش که آغاز کردم همین طالب اگر یک مص... م... گروه سیاسی هست پس این 18 سال جنگ در مقابل حکومت و کشتن دو طرف انسانه و مسئولش کی است و اگر اینها دشت افغان هستند هستند چگونه میشه به یک بارگی شما میایین با اینها نشستهای هایی می داشته باشین و به یک بارگی از نوع دهشت افغان و توریست بودن تغییرشون می به گروه سیاسی که مفاد بیشتر در بازی برد برد طالبا داشتن متاسفانه در دا این بس حکومت افغانستان نقص کرده این استراتژی کارساز برای مردم افغانستان نیست بیشتر یونما سال 2018 را گزارش که داده 11 هزار قربانی افراد ملکی را مطرح این در یک سال 11000 هزار قربانی از زخمی تا به کشته مگر این یازده هزار عدد نیست بلی از خدا یازده هزار انسان این سرزمین کشته شده حالا برای ما مهم نیست از کدام قوم از کدام زبان از کدام نژاد از کدام مذهب با کدام دید سیاسی حالا فرزند غریب و از این اینمی فرزند اینمی م. کشور شهید و زخمی شده دید ما است که با طالب تورس دشت افغان نباید برخورد اتنیکی و نژادی شود با طالب نباید برخورد سیاسی که برای تداوم قدرت سیاسی داشته باشیم خلیلزاد متاسفانه آمده برای برای ترمیم حیثیت به باد رفته آمریکایی ها کار میکنه هیچ خلیلزاد در پی نیست که برای این ملت صلح هرگاه اگر در پی این گپ باشه نتیجه معلوم میشد سالی که نیکوس از بهارش پیداست ما در پنجشش ما بارها گفتیم از این میز به شما و از ملت شریف افغانستان که هر اگر واقعا طالبا در پای سال هستن خی از این روز آغاز بکنن آتش بس بسیار چیز ساده بگه ما میخوایم که آتش قطع شوه حداقل امروز به جای 20 سرباز این کشور اگر شهید زخمی میشه صفر شوه یک نفر شوه اگر هیچ صورت نگیره بسیار خوب است خو همین چراغ سبز اینها نشان نمیدن یک طرف خاتمی تاهی بخشیش متاسفانه از طرف برادران حامی برادرای حامی طالب شد که این رو برام برادرای ناراضی نمیفهم مخالفین سیاسی خطاب کردن بح. از می طرف حاتمی تاهی بخشی و محبت های بیش از حد باعث میشه که تداوم ناامنی در افغانستان تضمین شود من به عنوان یک جوان این نقطه رو میخوایم اشاره بح. بکنم که اشرف غنی احمد به عنوان فرد مسئول در اول هم در دنیا و هم در آخرت حالا به آخرت از کار نداریم که چقدر این باور داره نداره ولی مطمئن هستم که روزی در نزد خدا پاسخگو خواهد بود در پی آمده در پی پوش کردن گفتگوهای خلیلزاد که میفهمه این نتیجه نمیته برای مردم افغانستان احتمال و نوید یک حکومت موقت و این گونه را بالا میبره زناش که من قطعا مخالف از این بحث ها هستم آمده بحث در به یک یک سنت بسیار مزخرف در تاریخ افغانستان با داشتن نهاده های بسیار معتبر علمی و منطقی در به آلا نمی که جرگی مشورتی سال هم میکنه و جرگه و جرگه و لوی جرگه من نمیدانم که جایگاه از خب، این در تاریخ افغانستان با اینها پوش دستن. بکنن با این می که کار پوش بکنن و سرانجام تداوم قدرت سیاسی شه از اول اجازه تضمین بکنه تشکر میکنم آقای شیرپور آقای جنرال تلاش میکنند خلیلزاد خب پاکستان هم ادعا میکنه که ما تسهیل میکنیم روند صلح افغانستان را حکومت افغانستان هم میگه که ما برنامه های بر روند صلح افغانستان داریم واقعا جایگاه مردم در کجاست اگر قرار باشه به با این شکل با یعنی بی پاسخ ماندنی پرسوش های جدیه که در از این نشست ها وجود داره صلح صورت بگیره متضرر کی خواهد شد؟ آه، تشکر آه، دقیقا آقای ظلمه خلزات دید و بازی داره که با طالب داشت که دور پنجمیش است که نشست میکنه دید و بازی داره که با کشورهای منطقه داشت دید و بازی داره که با رهبران سیاسی و, سی و, سی و قماندان و افراد صاحب نفوذ در افغانستان اونا را دیدن حد قلب باید یک گزارش برای ملت افغانستان از این داده میشد که ملت افغانستان آگاه می بودند که پروسه یا روند صلح از کجا آغاز شده و به کجا رسیده و جایگاه ملت در پروسه صلح چی است در شرایط جنگ ما ملت ما یک ملت خاموش و آسیب پذیر است. گونه که ملت قانون پذیر است به همان پیمانه آسیب پذیر هم هستند. باید یک دیدک روشن و بسیار سری و آشکارش آقای ظلمی خلزاد و یا دولت افغانستان آقای رئیس جمهور با گرفتن دیدگاه های آقای ظلمی خلزاد به ملت افغانستان را می کرد متاسفانه به گونه حرکت شده که دیدگاه آقای زلمی خلزاد ما کسی می کسی که در میز ششتیم دقیقا نمی فهم که آقای ظلمی خلزاد به کجا رسانده پروسره و دیدگاه ریاست جمهوری افغانستان این که ملت افغانستان رای دادن در پای صندوق رای رفتن رئیس جمهور انتخاب کردن آلایی انتخابات به کدام اندازه تقلبی هست و نیست و چی شده بالاخره چهار سال خود سپری کرده سالهای اخیرش از روزهای اخیرش است ولی هازا اینا می یک اداره مسئول یعنی حاکمیت اینمی سی میلیون انسان هستند امیر تشکیل دادن اینا مکلف و مسئول هستند که باید به ملت افغانستان از این پروسه یک جواب سری و روشن می دادن. که متاسفانه هنوز ما در تنگنا قرار داریم ما در تاریکی ها هستیم ما هنوز می پالیم در لایه های مختلف که ما صلح را چگونه فرمولش پیدا بکنیم آلا باید این فرمول کارگزاران و کارگردانان این پروسه باید به مردم افغانستان ایرامی کردن که متاسفانه این گونه نشده. با. اگر ما بس برمیگردیم که پاکستان از زمین اساز میشون برای این موضوع که صلح بر افغانستان بر بگرده اول ما با پاکستان مشکلی که داشتیم و داریم همین چی وقت حل کردیم چگونه ما پاکستان مینایست کشور دوست خود میشناسیم برای افغانستان دلسوزی میکنه و صلح به افغانستان بیا آیا منافع پاکستان در صلح افغانستان هست همین با. سوال باید جواب بگه پاکستان که صلح افغانستان برای پاکستان منفعت داره با. اگر صلح در افغانستان بیا و در افغانستان انتخابات سراسری و همه شمول صورت بگیره رئیس جمهور مشروع در افغانستان در سر به قدرت برسه و این رئیس جمهور با درک از ارزش های و محلف های افغانستان و ارزش های استراتژیک افغانستان یک برنامه کلان سیاسی را اینجا بریزه ما با پاکستان با این نظام مشکل داره ما 76 میلیارد متر مکعب آب که در مورد در مورد تنش اخیر هند و پاکستان در این فاصله اظهارات مقامات پاکستانی رو حتما شما شنیدین آقای جنرال اونا میگن که اگر هند نگران بودند که اگر هند اقدام تلافی جویانات بر سر اون تنشه که در اثر حمله انتحاری بر نظامیان هندی صورت گرفته بود و یعنی این تنش ایجاد شده بود پاکستانی ها میگن که صلح افغانستان و صلح منطقه به مخاطره میفته حالا این اقدام از جانب هند صورت گرفت بر بمباردمان صورت گرفت لانه های جیش محمد را هند ادعا میکنه که در خاک پاکستان مورد حمله قرار داده و نزدیک به 300 نفر اینا را کشته حال این اتفاقی که نگرانی بود قبلا اتفاق افتیده به نظر شما آی واقعا اون اظهارات صدق میکنه در این وضعیت جمهور جنرال صدق؟ بحث است که ما همین نقطه ای که تنیجزا هست متاسفانه بس. از روی تولد پاکستان هم بین هند و پاکستان یک امی جمهور کشمیر است هم بین پاکستان بس. و افغانستان هم خط دیورند است متاسفانه این تکلیف کونه و مرض کونه هست مزمین است, است. بسیار پیشرفته است پاکستان و هند تجربه جنگ دارند سه جنگ پاکستان و هند سری جمهور کشمیر تجربه کرده است. جنگ 1947 جنگ 95 65 جنگ 71 مه. و جنگ 99 و چا, تقریبا چهار جنگ میشه سه جنگ سر جنو کشمیر است مه. یک جنگ هم سر موضوع هند حمایت کرده نیروهای آزادبخش بخش بنگلادش که در اون صورت هند با پیروزی رسیده هند در بالای پاکستان سر جمهور کشمیر در چهار جنگش در یک جنگ حمایت بنگلادش پیروز شده 93 هزار اسیر گرفته که بعد از جنگ دوم جهانی اولین به حساب دومین گپیست که اسیر بسیار بلند داره مم. و یکی از جنرالهایش به نام جنرال نیازی و سایر جنرال و سند تسلیمی یک 93 هزار انسان نوشته کردن با تفنگچه کمریش فیلن در, در موزیم هندوستان است هندوستان یک طاقت نظامی هست همان گونه که پاکستان به یک طاقت هر مشرف هم بر این مسئله یعنی صحه گذاشته که نمیتونه پاکستان با هندوستان مقابله بکنه جایگاه صلح افغانستان در این میایم در این جمله میخوایم را بگیم که چرا پرویز مشرف ای را گفته که نمیتونه در برابر هند کارش پرویز مشرف در جنگ کارگل در سال 19 خود شرکت داشته بود در 1999 در 1999 خود پرویز مشرف نواز شریف و به نام یکی از قماندان های محمد رفیق ترار اینا خودشان در جنگ کارگل بودند که 500 نفر اینجا کشته دادن اما در اونجا شکست خوردن قوت نظامی معاسبه میشه پاکستان یک قوششمین قوت نظامی دنیا هست و هند چهارمین قوت نظامی دنیا است. هند پاکستان 600 هزار نیروی مسلح داره هند یک میلیون و 300 هزار نیروی مسلح داره پاکستان با مرا یک هزار یا بلندتر از یک هزار قوای هوایی برای اجرای وظایف داره ولے ہند 1700 چند طیارے مختلف النوع جنگی داره طاق... طاقت اتمی هم تقریبا مس... مساوی هست یک سے بیش از 140 تا 150 سرگلەی استویرا پاکستان داره از 120 تا 140 استوی استویرا هند داره این قوت‌ها را ما اگر, اگر مطالعه ما بکنیم دقیقا در سه جنگ در سر بالای جمو و کشمیر پاکستان باخت آلا ایج نوع ا... اثرگذاریش در کجا هست اگر جنگ واقعا با این شدت در سر جمهور کشمیر صورت بگیره دقیقا توجه جهان بالایزی ازی می شود افغانستان در زاویه قرار خب این وضعیت یک فرصت است برای افغانستان یک چالش آقا این برای افغانستان در حقیقت امر یک فرصت خوب است اگر افغانستان رهبری افغانستان امون معلفه متغیری افغانستان که رهبری ماهر و رهبری بسیار آگاه و عاقل کار داره در این مرحله که اونجا اگر میتونه یک جنگ باشه ما باید استفاده از مثبت بکنیم از این پروسه این نمیشه که پاکستان برای ما چالش خلق بکنه بلکه ما در این فرصت خوب داریم که استفاده بهتر بکنیم به همین منظور دو شکایت دارم که دولت افغانستان فعلا در ملل متحد در رابطه با یک گپ داره این هم باید یک مطالعه کرد متاسفانه آن خیزش هایی که فعلا در رابطه به جمهو و کشمیر در این ساحه پاکستانی ها دارن و این کار را میخواین بگن که ما در اینجا دفاع میکنیم آخرین تکیگاهشان چین خواهد بود چرا چین یک مشکل سرحدی با هند داره و یک جنگی رن بین چین و هند صورت گرفتگی است با آن هم هند یک کشور بسیار مقتدیر یک اردوی مقتدیر و در اونجا ملت هندوستان بیش از یک میلیارد نفوذی که داره برای هندوستان میاندیشه هند اما خوشبختی افغانها در این مرحله ای است که ملت پاکستان یک ملت یک پارچه و واحد نیست امروز پشتون پاکستان صدای جدا داره بلوچ پاکستان صدای جدا داره و سایر پنجابی, پنجابی ها حرفای جداگانه دارن اینجا است که زمانی که در جنگ کشور داخل می ملت واحد برای جنگ نیاز است که پاکستان این ملت واحد در جنگ با هندوستان نداره لازم هست در این مقطع زمانی یک دولت رهبری ماهر در افغانستان حسن استفاده از جنگ بکنه برای تامین صلح خودش خیلی سپاسگزار آقای جنرال آقای شهرپور بحث اجماع منطقه‌ای را آقای داوودزی مطرح میکنه شخصیتی که از جانب رئیس جمهور به عنوان یعنی دبیر شورای عالی سال نمایندی رئیس جمهور در اجماع منطقه‌ای برای سال گماشته شده این شخصیت میگه که حالا وضعیت به طوری است که اجماع منطقی وجود نداره آیا واقعا اظهار به ناکامی شخص خودش میکنه و یا اینکه به اظهار به ناکامی حکومت افغانستان میکنه که اجماع منطقی را شکل نداده خب در بخش اجماع منطقی با آقای جنرال صحبت داشتیم در مورد پاکستان و هند که دو کشور هستند تاثیرگذار هستند در مسائل جنگ و صلح افغانستان در این وضعیت یعنی اجماع منطقی باید چگونه شکل بگیرد؟ جنگ افغانستان به حیث یک وسیله به دست پاکستان او پاکستان چی میخواه از این جنگ از این وسیله میخواد وضعیت به این گناه ادامه پیدا بکنه و قدرت تصمیمگیری بر وضعیت یا ادعایی که داریم از زمامداران افغانستان کاسته شود و به بار دیگر توانایی های درونی افغانستان برای مدیریت کردن مسلحت افغانستان در خاک پاکستان پایین بیاید پاکستان ایره می امریکایی ها از بحث جنگ و صلح این روزی افغانستان تران در پی پوش کردن اعاده حیثیت و بادرته امریکایی ها هست دو, دو, طرف قضیت. طرف سیومی قضیت ارگنشین تازه به دوران رسیده ای هستند که اونها به با یک بارگی وارد ارگی جسد جمهوری شدن و موتره های و وضعیت اقتصادیشان و همهشان به اصطلاح پوشالی تغییر کرده و فکر کردن که دیگر اینمی ملت است و اینمی ما است و این وضعیت دام پیدا میکنن این یک مقدار دست شدن از وضعیت امروزی به هر در میزنن خوب یادم میاد که یکی دو بار ما با تمام حرمت احترامی که به دوزه سیب دارم اینها ها های انتخاباتی رو بران بودن یعنی قرار به ای بود که یک تن از رقیبای باشن در یک از صحبتهایش ملت شریف افغانستان و حافظه تاریخی افغانستان یاد خوا... دارند که گفت که کیلرهی که غنی میره به ترکستان میره و همی... همین ادبیات یاد کرد یعنی به همین اندازه گویا انگار که استادگی داشت به یک بارگی میایه و در ابو پله از ترازوی عرق قرار میگیره و به عنوان خودش به عنوان فردی که حالا با بینش یا تزوج افکار غنی با داوود سب اینها آمدن در یک طرف معادله قرار دار. و این تطمیع شده با نظر شما آقای تداوم قدرت سیاسی موجود که به نفع یک گروه خاص اتنیکی و نژادی هست این از لحاظ روانی تطمیع کرده که بیا در ای طرف قضیه باشه و او طرف قضیه هم که طرف مخالف حکومت است گروه های رو وارد بسازند که تا جان مقابل که میتواند ریشه اساسی در افغانستان دارن اونها رو تقسیم بکنن ده. که همین نکردن کردن و امروز یک تعداد میخزن به تلویزیون به تمام شدتش از همین گروهی که قاتل حدی اقل 45 که خودشان میگن و 11 هزاره که یونما میگن حالا اگر دمی چهار سال شما به 50 هزار 45 و 60 هزار اگر شما بیدیم قاتل 60 هزار انسان را حمایت میکنن من از این وضعیت حیرانم زی با آمدن در یک پله ترازو که بتواند غنی را از لحاظ روانی حمایت بکنه قرار گرفته وظیفه زی این نیست که در افغانستان صلح بیاید درست که نوع منصبش و جایگاهش همین گونه حالا قید احترام و حرومت برشان گرفتیم همین طریقی که در پیش روی انداخته به عنوان جرگه لوی جرگه انانوی نبی اصلا نمی لوی جرگه رو ولی بند به این لوی جرگا آقای شهرپور در بحث لوی جرگا اینا مطرح کردن که خطوط اصلی روند صلح افغانستان در این جرگه مشخص میشه یعنی اینقدر قدر که شده در گذشته در شورای عالی سال در در تماما در این پروسه سال یعنی اینا هدر بوده بی فایده بوده و کار نتونست اصلا بکنه من گفتم که امیل لوی جرگه در قرن 21 به عنوان یک نهاد نمیپذیرم به عنوان یک مجموعه تصمیم نمیپذیرم ولی اینکه در قانون اساسی آمده نامش ذکر شده با حرمت به قانون اساسی به عنوان یک شاگرد حقوق میپذیرم هر وقت لوی جرگه قانونی برگزار شده یعنی آمو مؤلفه ها و مشخصه هایی که در قانون اساسی برش پیش بینی شده ما حرمت احترام برش قائل هستم به عنوان یک فردی که به قواعد قانون اساسی احترام میکنم ولی یک چیزی که به نام لوی جرگه عنانوی من حیران از این که هر که دلشان خواست هر نام میمونن Jak uh, uh ma این مردم افغانستان که سطح سوادشان پایین است اونا چه فرق بین لجگه عنانوی با قانون یک فردی که درس نخونده تحصیل نکرده نمیدونه. اینها میان با اینه می وسیله به بهانه این که ما اول در درون اجماع ملی رو مطرح میکنیم به بار میاریم اینها در حقیقت این باز ما شاهد خواهیم بود که از این از این استفاده ابزاری برای تداوم قدرت سیاسی خواهند داشت یک نفر اونجا استاد خواهد شد و بعد صدا خواهد کرد که حکومت موقت کار داره نه نمیخوایم خب ما امیر رقم ادامه بدیم یک شش ماه دیگه ادامه بدیم حتی گمان ها به این میرن شما چرا تحت نام نشست بزرگ مردم افغانستان حالا می نشست مشورتی برای صلح افغانستان میان نخبه های افغانستان تمام افغانستان حداقل مؤسسه تحصیلات عالی داره اساتید و نماینده های جوانان از اینجا جمع شوند ما جمعی از انسان های بسیار زیادی در در اردو پلیس تحت نام تقاود آوردن بیرون کشیدن از این شخصت ها از اینها بین بشینن صحبت بکنند اینها میان اصلا روی کرد از این معلوم نیست اصلا بر مردم افغانستان معلوم من, من،, من به عنوان یک شاگرد حقوق نمیدارم که دیمیلو اجرگا کیا خواهد رفت چیگونه کار خواهند کرد مگر اینکه تمام بدبختی های تاریخی افغانستان ها، اینمی نمی مجلس به نام لوی اجرگا آمده، متاسفانه پوش کرده و خب بر مردم افغانستان گفتن که نماینده های شما ای رو این یک بهانه است متاسفانه و سیاسیون افغانستان باید بدانن که یک بار دیگر در یک تلک بسیار خطرناکی در پیش روشان از گذاشته شدن ارگی ریاست جمهوری در تبانی با شورای آلی سال که در رسش آقای داوزه است فقط کل برنامه این است که بعد از اولی جوزا چگونه بتانن برای مردم یک دستاویز داشته باشن و بگن که خب مشروعیت مو بعد از اولی جوزا از این جوزایی که ما فعلا قرار داریم در سالش تا سال جمهور تأکید آقای که انتخابات سالی پیشوی برگزار شود. انتخاباتی که برگزار میکنه چگونه برگزار خواهد کرد با امی با امی وضعیت با امی کارشویی که پیش روی گرفتن هیچ نه قاعده انتخاباتی را مراعات نکردن قانون اساسی را مراعات نکردن ما به عنوان یک فردی که در این دوره انتخابات پارلمانی کاندید بودم اعتراض جدی نسبت به کمیسیون انتخابات داشتم ولی آماده ازی نبودم که وضعیت به این شکل به با یک بارگی اعضای کمیسیون انتخابات قبل از اعلان نتیجه با پایان رساندن یک کارشان از وظیفه منفصل شدن و بعد اگر اینها کار خراب کردن اه، اه، کار اه، اه، خلاف قانون کردن و به اصطلاح رشوه ستانی کردن یا هر فساد دیگری کردن اینها خب میگردن آزاد اینا با داستانی باید معرفی میشد اینها اگر ممنوع الخروج بودنشان تحت تعقیب قرار میشدن تحت دقیق قرار میگرفتن حداقل قل فهمیده میشد چی سیاسی چی به یک بارگی غنی آمده این دستگاهی انتخاباتی افغانستان فلج ساخته حالا دو استفاده میکنه با اینمی کارش دکتر اشرف ملت شریف افغانستان بودن کاندیدای انتخابات فریب داده یک احزاب فریب داده دو و ملت شریف افغانستان هم گفته که اون یک جمع انسان هایی که اگر تعداد انسان های خوبش قید البته داخل یک پرانتز انسان های خراب میار قرار داده کمیسیون خالی ساخته و به با مردم افغانستان یک تذین داد که این اصلاحات هم. ما آوردیم این نه اصلاحات است نه تنها این اصلاحات نیست و نه تنها با این کارها ما نمیتونیم به کشور بریم در حقیقت یک نوی از انارشیزم اداری در داخل کمیسیون انتخابات بر... حاکم ساخت و این وسیله میشه که بگه که آمادگی ها در کمیسیون گرفته نشده بعد از اول جوازا مشروعیت نداره ما چه باید بکنم فرض بایی بگیریم که شش ماه دیگه شش از, از سرطان اگر خطا بخوره اول اینکه از اول جزا بیخی در آخر سرطان هم اگر انتخابات برگزار کنه در سه ماه انتخابات نتیجه اعلانش بکنه ده. چهار ما مشروعیت قانونی نداره خلای قدرت سیاسی اینجا حاکم میشه اینو وضعیت دکتر اشرف مسئولش خواهد بود من میگم یگانه راه حل عقلی و منطقی نشستن با اینمی 18 کاندید ریاست جمهوری است طرح اساسی اینمیو خواهند داد و در سرنوشت رأی مردم اینها تأثیر, تاثیر خواهند بود با اینمیو بشینن به مراتب بهتر و خوبتر از این خواهد بود که یک جمع جمع بکنن باز هر در لوی و به نام لوی جرگه رابندی رو بر مردم کابل خلق بکنن صد مشکل دیگر بر مردم خلق بکنن و نتیجه هم هیچ نداشته باشه نشه خدا اینها خاصه از این لوی جرگه تحت نام با پوزش تحت نام اجماع ملی استفاده ای انتخاباتی شوه و بیشتر از این روح قانون اساسی افغانستان صدا نبیده سپاس گذاریم آقای توفان شما چی فکر میکنین؟ جرگه مشورتی سال یا سنتی به نام مشورتی سال در افغانستان خب توسط آقای داودزای برگزار میشه اونها دبیری شورای عالی صلح هم هستن اگر کاری قرار باشه برای صلح افغانستان صورت بگیره از مدرسه شورای عالی صلح که یک شورا است و اونجا فعالیت داره و تاریخچه هم داره باید صورت بگیره حال این جرگه مشورتی که انجام میشه خب پرسش های در این زمینه مطرح است کی ها دعوت میشوند یعنی دعوت شونده ها برای مشروعیت آن چیزی که آن, روایتی که حکومت افغانستان هم مقابل طالبان دارند یعنی به نوعی تطمیع میشن همی کسایی که اشتراک میکنند همین پرسش ها پاسخش در نظر شما چی است؟ زنده باشین دید و نظر این است که شورای عالی صلح و یک, یک سابقه در این مملکت در این نظام داره اما این شورا هم در امون زمانی که تشکیل شده در زمان آقای آه... کرزی ایره که ساخته چکیده های احزاب و تنظیم و موره ها و شخط های ملی را اوردن در این جا کردن که اینا باید بنا تطنام شورای صلح یک مقدار ماش بگیر شدن اینا هم یک کارشوی بهتر و خوبتر تا به امروز نداشتن که اینا بگن یک کارزار کار خوبی کرده باشن کارشوی داشته باشند و اینا تانسته باشن که نیروهای مخالف به طرف صلح دعوت کرده باشن و این طور ندارن حالا که بحث صلح آغاز شد که ظلمه خیلزاد نسخه را پیش کرده و یک تیمی را که معرفی کرد آقای رئیس جمهور که یک ده دوازه نفری که معرفی شد او مورد قبول احزاب و تنظیم سیاسی نشد که این چهره ها چهره هستند که آقای رئیس جمهور معرفی کرده و ای هم از حکومتی هست با ای هم در و باز هم صورت نگرفت حالا آقای داودزی وقتی که در راست یه یک پروسه قرار گرفته و از دایی یک جرگه مشورتی را به را بندازه ما طرفدار یک اجماع ملی هستیم ولی اجماع ملی به شکلی که امین حکنون طرز العمل و یا میکانیزمی را که اینا ساختن که باید در راست همی میکانیزم در ولایات برای نم... انتخاب نماینده والی و فلان 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 چهره ها مشخص از در طرز عمل آقای دی دیشب در صحبت خود گفت شورای وقتی که و... رؤسای شورای ولایتی چهره های مطرح و رئیسش والی ولایات این خود نماینده دولت است پس کسان پس درن... یک جرگه مشورتی, مشورتی دولتی شکل می گره. ما به این یک اجماع طرفدار بودیم که واقعا مردم خاموش این مملکت مردم مظلومی مملکت نماینده های واقعا شایسته خود روان بکن برای تامین صلح که اون نماینده ها بیان در جیرگه یاد ای حساب جرگه صلح نشست داشته باشن در اجماع دیدگاه خود را بکنن ایرای دیدگاه اون چهره ها برای برای تامین صلح احتمال وجود داشت که اونا کارگر بفته متاسفانه فعلا اجماع یک اجماع دولتی است همان گونه ای که ده 15 چهره را معرفی کرده بود مکتوبی همین داد واضعی دیگر تحت نام اجماعی که فیلن د د د د دستوری کار است و او را می بیرون بکشن یک پینجا نفر باز پینجا نفری است که از طرف والی ها معرفی شده است و در این جرگه بیرون می برایه. آر سیاسیون افغانستان چی تعبیر دارن از این؟ ما باورم برای بود که باید یک انتخابات در اون صورت می گرفت برای اجماع چهرههای های مطرح و قابل قبول ملت افغانستان میامد. متاسفانه اون گونه نیست فعلا همین میکانیزمی که روی دست گرفته است این مکانیزم مکانیزم ساخته شده طوری که واقعا یک اجماع دولتی و یک اجماع است که دیدی والی های نظام در شریک است افراد نخبه که به درد بخور است و برای تامین صلح دلش می برای ملت و و ارائه دیدگاه کرده میتونه شخصیت نخبه هست، تحصیلی هست، استاد است، او در اینجا نمیه. پس با این وضعیت آقای جنرال به نتیجه صلح افغانستان خواهد رسید ببینیم ما باور به با دا باور با ای دارم که ما به طرف صلح نزدیک نمیتونیم شویم. این پروگرام ها توریش که یک بازی هست در حقیقت ما صلح و نسخه های زبای به یک بازی تبدیل شده یه هست صلح هر کسی میتونه که جنگ یاد داره کسی که جنگ کرده صلح هم کرده میتونه دیدگاه علما شخصت های نخبه باید باید یک جا و یک کارشوی جدید به به اختیار آدم های نخبه داده شود که تا با طالب آقای جنرال تشکر میکنم آقای شیرپور به عنوان آخرین پرسش و پرسش جنبندی از شما شما چه فکر میکنین حال اگر قرار باشه حکومت افغانستان سرنوشت سال افغانستان را رقم بزنه با این شیوه میتونه که رقم بزنه و اینکه آیا تناقض در در همین با، یعنی تصامیم یالات متحده امریکا که نمایندهش خلیلزاد است و با ملابرادر هم ششته یعنی خط اصلی یا خطوط اصلی صلح افغانستان را مشخص میکنه آیا این طور نخواهد شد که آنچه که تصمیم بگیره خلزاد با نماینده های طالبان در بیرون از افغانستان قضیه عموم موضوع شود و این مسائلی که حکومت افغانستان دنبال میکنه اصلا به پشیز ارزش نداشته باشه ما میخوایم بگیم که امی اجماعی که اینجا قرار است در خیم یا اینجا یک خیمه لرجال جمع شوند به اصطلاح اجماع ملی متر شود چی خواهد بود اگر نتیجه می باشد که او ملت شما صلح خب خو ما هم میگیم که صلح میخواهیم هر شهروندی می کشور میگه ما صلح می اگر این اجماعی باشه که جنگ نامشروع ز روانسان خب علمای این کشور و علمای جهان اسلام تن در مکه می جنگ روانسان نامشروع اعلان کردن گفتن که جنگ نامشروع است درست پس چی خواهد بود یعنی این جمعی که اینجا جمع میشن برای صلح چه در, در, در دوا خواهند کرد مگر اینکه امی فرض امی امی احتمال بیاره که اینها برای تداوم قدرتشان کار میکنن. سوال شما هرگاه اگر گفتگوهای که اگر فرض محال به بگیریم که طالبان به عنوان گروهی مستقل سیاسی سی آمدن هر زندام کردن با امریکایی ها نشست میکنند که مستقل بودنشان قطعا اصلا ساده لوحی اگر ما این مطرح بکنیم فاز بازم گفتم بر فرض محال بگیریم مثلا ده. شما برین صحبت ها های خلیزاد با اینها اگر تزوج افکار بکنن و اندیشه بکنن و برنامه شان یک جای شود و بعد قدرت که در درون مخالفت با امریکایی بکنه کیست امین غنی خب غنی و عبدالله را می امریکا امریکا جان کری آمد دوستشان بالا کرد اینها رو به اینوانه یعنی واقعا اینها توان خواهند داشت که استادگی بکنن باز اگر استادشان بگن که ما صلح نمیخوایم و هم سال گمشده مردم افغانستان چل سال میشه که گمشده مردم افغانستان است من به عنوان یک کسی قربانی غیر مستقیم این جنگ من میگم که مسئول میخوایم به هر طریقی که باشه باز واقعا اینها استادگی خواهند کرد باز اگر استاد شوند همین ملت شریف افغانستان در پیز پیش پشت استاد خواهد شد که نه ما با شما میخوایم و وضعیت تداومی وضعیت موجود رو قطعا پا... آ... پاسخ روشن است که ملت شریف افغانستان سال می و اینها هیچ کار نخواهند کرد و تمام دردشان اینمیست که وضعیت بینمی حالتی که هست ادامه پیدا بکنن تا گرم شدن هوا اول فروردین ماه یا حمل و... که هوا گرم شود و اینها بتونن از لانه هایشان بیرون شوند و گرو... عملات توریستی و اینجا و اونجا را آغاز بکنن وضعیت بدتر است چون ما نتونستیم در فصل سرما جناب جنرال صاحب پوزش از بابت اینکه در حوزه شما ما صحبت میکنم در این زمستانی که باید گروه های توریستی شدیدا سرکوب میشدن و اینها توانی اصلا جمع کردن دو دیگه بر خود پیدا نمیکردن به جای اینها رو بزنن ما تیم در حاشیه صحبت کردیم و اونها آمادگی خود از امیدوار هستم که زینم اشتباه بکنه بعد از اول فروردین ما یا حمل وضعیت بدتر از سال قبل خواهد بود سپاسگزارم از حضور شما آقایان آقای آرش شهرپور استاد دانشگاه و آقای جنرال محمد نبی طوفان کارشناس نظامی و تشکر از شما بنده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید بقیه وقت خوش خدا نگهدار